کار میکنی؟ این صابونت یخ کرد. عجب آدم مزاحمی هست این زن. خیلی خب بابا دیگه آمدم. وانه توه بس دیگه داداش جون. وانه توه وانه چقدر میل میگیری؟ خیلی سرخ شدی. آخه چیکار کنم، من که دلخوشی دیگه ای ندارم. دو ساله که زمین گیر شدم. اگه گاگوداری میرم نگیرم که دق میکنم. آبجی جون، آبجی جون، حق از دو وردش با ساقداشم خیلی خوبه. اون اصلا از شکم ننمون بیل به دست به دنیا اومده. مینه آقداداشی آیرانستان. خب بله. از نکرده قربون. آخه داداش جون قربونت برم، کی گفته بود گاوه به اون سنگینی رو با یه دست بلند کنی و بکوبی زمین که این بلا رو به سر خودت بیاری؟ خب دیگه پیش اومده. آخه رفقا شرط بندی کرده بودم، منم نمیدونستم اینطوری میشه. باز شکرش باقیه که جمشید از ایتالیا اومده و دکونه اداره میکنه. این کارا از جمشید بر نمیاد، درسته یا نه؟ یادت اون روزا که شاگرد سلمونی اسمال آقا شدی چند تا گوش و دماغ بریدی؟ من واسه خاطر خواهرش یاله رفتم اونجا شاگرد سلمونی شدم. من اصلا بوی سلمونی بعدم میاد، بو بوی قصابی. آره تو بمیری میدونم چه تیه. بله بله خانده داشت. سلام. کجا رفته بودی؟ بازم رفتی توی حیات به هوای اون پسر جمشید گوسالکو شعوازی؟ ها اون جانوری دیگه من میشناسم، اون اگر دواگر بود خانقره با سر خودش دوا میکرد. اون بدبخت بیچاره دم دکان من کار میکرد، من اونو با اردنگی انداختم بیرون. حالا دم به ساعت میگه من رفتم ایتالیا، تو بمیری از غزوی نیزشتن رد باشد به مرگ تو. یک بار دیگه با اون حرف بزنی همچی میزنم گردنت بپره. فهمیدی؟ نه خانده داشت، مگه اون کیه؟ بیا بالا، بیا شنی من لگت کن از دست تو بلنش کردن. خودشون سرش کنن، آدم قحطی که با اون دم خور بشن. همش بو گوشت و دنبه میده. او پس تو بوی گوشت دنبه شنیدی؟ ها خیلی خوب. اصلش میدنی چیه؟ تو تازگی ها خیلی بیهیا شدی، سر گوشت می جنبد. فهمیدی یا نه؟ تا یه کلکی دست من ندی یا بالاخره باید یه کاری بکنم تو رو برن خانه شوهر راحت بشی. یه باش اونجوری فشار ندی بی صاحبه، بیا والا روی چرخر من. تو رو خود خانده داشت، حرف شوهر رو نزنین که هیچ خوشم نمیاد. او نفهمیدم چی شد چی شد؟ حالا دیگه زبانم در آوردی، خدا از اون ته دل تو بشنود. میگی چی؟ من گی نمیتوانم تو رو ترشی بیندازم گی؟ ها با این همه گرفتاری و گرانی روزگار من چه خاکی به سر من بریزم؟ یه آدم نمک نشناس شیر پاک خورده این پیدا نمیشه دست تو رو بذارم بو بدم بر خیال من راحت بکنم. سانوار آتیش کردی؟ بله. والا خانم برای من عصبانیم میشه، همچی بزنم توی گوشه. یا بلند شو رو صبحانه منو بیار، کوفته کاری بکنه، میخوام برم کردارم. خیلی خوب، الان چایی رو دم میکنم میارم. برو بیار ببینم. خانم الان بخت و نس شده برای من. اون صبحانه از شام نهار چیه بی سبب بیار من بخورم، برم در طویله رو باز بکنم. شاید یه آدمی پیدا شد سرش تراشیدم یا قرنگی رو آوردم. بودو ببینم. بازم که گوشت میکفتی زن؟ بله. خیال داری نهار چه درست کنی ها؟ کوفته شیبیت باقالی. ای بابا، به نظرم مادر خدا بیامرزت غیر از کوفته سبزی پختن چیز دیگه یادت نداده. آخه زن چقدر کوفته، هر روز که نمیشد کوفته خورد. ها خیلی دلت بخواه، مردم حسرتشو میکشن. چی خیال کرده؟ تو که از بس کوفته به خورد ما دادی هر شب خواب کوفته سبزی میبینم. تو رو به خدا اقلا یه بارم که شده محض نمونه عوض کوفته نکوفته درست کن. خیلی خوب، فردا زور همین کوفته رو آب میبندم پاش و برات آشش میکنم. ده حالا راضی شدی؟ دست شما درد نکند. میگم که تو این فکر بودم که اگر روز روزگاری خدایی نکرده من بمیرم، تکلیف تو با این اخوی و زن بچه هاش چی میشه؟ چی تو میگه؟ چی؟ آخه خودت که بهتر میدانی اینا چندین ساله که چشمشون به مال و اموال من است. میترسم تا من سرم بذارم زمین اینا یه دفعه بریزن سرتا مال و اموالتا بکشن بالا. از این که داداشی تو زن داداشید خیلی متقلب تشریف دارن حرفی درش نیست. آها من یه فکری کردم. ها چیست؟ میگم چطور از امروز یه نوک پا بریم تا محضر از سر کوچم. خب میخوام همه دار و ندار من سول کنم به تو. اون وقت یه دست هیچ کس به هیچ جای بند نیست. چطور است؟ بش راستش حجی جون، خدا خودش بهتر میدونه که من چش داشتی به مال و منال شما ندارم.
اما خب حالا که شما اینطور صلاح میدونین، باشد، من حرفی ندارم. به به آقای جمشید خان، اینجا چه کار میگینی؟ اغور بخیره چقا کوچیتش میبریم؟ والا میریم تا سر کوچه یه مختصر کاری داریم انجام بدیم و برگردیم. راستی هیچ میدانی امروز چندمه برج از جمشید خان؟ بجونی شما چقا پونزمه برج ایرونیه، بیستسومه برج ایتالیاییه. متوجه عرضم نشدی جمشید جان؟ منظور من این است که هنوز اجاره دکان مرحمت نفرمودی. به مرگ مادرت حاجی جان، مگه ممکنه آدم اجاره دکانش یادش بره؟ به جان خودت نباشه، به جان عیالت، اوضاعمون کساده، یعنی سیاه‌بهاره. قول میده فرد پس فرد جونش میبینیم و تعریف کنیم. قول مرد یکی آجام من حرفی ندارد، باشه دستم و ماشتک خود خدافز. بریم دست بریم، ممکن است محضر تعطیل بشن. برو بریم، عجله کن. یه دفعه دیگه ببینم رفتی عیاشی پدر شاه بچه رو در میاره، بود گورتو گم کنه. آخ گشت رسم یه پسر سلام نهی توی چقدر سلام علیکم بفر تو بفر بفر مادر نامردان، نسل همه یه مگس از روی زمینی مملکت وار میداره. سوار رو کن بینون گست آخ چه میشه کمیش که جفتش افکسی اطراف هم هم نبود بله شرک نشیم کردم این مرگ تو اینجا زمینی خود فیش فیش کنه. ای برون همه کستن لعنت، چرا دست سر ما باره میداری؟ نه سرکارم از ایتالیانه و ملقب به جمشیر گوزه. برو برو، تن نزدم پدرت در نیاوردم نفلنک. یه گم بود تو واسی چی باید کردی؟ این شدی نامرد بی پدر مادر. بنده خدمت گذارم، به مرگ مادرت من فقط اومدم عرض سلام کنم. آخه شما بزرگترین سلام به مردی بزرگی مثل شما خیلی واجبه. آره میخوام سلام نکنی نه مرد، تو پدر منه در آوردی. بله بله، تو هرچی مشتری تو این دکان بی صاحب بود همه را ترندی، یک ماه شاگرد من بودی، بس گوش دماغ بریدی. منو برشکست کردی، دست صبح تاشم یه مشتری نمیاد ریشیشو بزند تا چی برسه با سر صاحب بردش. قیافه ای تو بس کی نسه، صبح به صبح وقتی بون نگاه میکنم از صبح تا شما پرنده غیر از مگس اینجا پرده نیست. بس به چک تا پدر که دارم شب کن ببینم چنده هفت دیارش بیار بیرون ببینم. بسم الله ماهی تازه، ماهی تازه سالمه سالمه. این ماهی گولی چند داری؟ هفت تومن. هفت تومن؟ برو تو نزدم من مگس کشته کشته بد گیمشه. آیا برو گام شد استقبالتون ممنونم. به نوبت تطبیق بید. سلام استاد. سلام، ببینم پس از ساتورو میترو خوشی کردی؟ بله استاد. نه این از ساتورو میترو خوشی شده؟ اینم کارت شماره یک، اینم کارت شماره دو. خب همین الان شروع میکنی. یه سیه بار تموم شد، گوش فت فراهونه. اونو بره بخونه، چیزونه اینو میکرد گوش منو چی بده به من پسر ایلوچ. این برای نفر اول این دیاگرام گوشتو با 10 کیلو نون سیلو قاطی میکنین، بعد یک بیفتک ایرونی درست میکنین عین آش قزاقی. بیگی پسر بنده تو چرخ. ما درد نکنه فرمایید حاج آقا. ممنون و متشکرم. شما بفرمایید. متشکرم. دست شما درد نگنه. گن نذاشته. خب سند شما حاضر خورنا. بدین خدمت آقا از خوب قضیه را با اولیا مخدره فرمودین، یه وقت فردا حرفی توش در نیاد. والا به خدا من که اصلا هیچ رضا نبودم، از بس که حتی آقامون اصرار کردن من قبول کردم. خوب کاری کردین، مرحبا. بله. خوب دیگه پاری وقتا لازمه که آدم با مردش راه بیاد. حاج آقام حق دارن، بچه دار که نمیشن مجبورن یه فکری بکنه. خدا عمرشون بده. قضیه چی بود؟ والا نمیدونم چه کلکی سوار کرده که تونسته از زنش رضایت بگیره، میخواد یه زن دیگه بگیره. ماشاءالله به این اشتها، یه زن داره میخواد یه زن دیگه هم بگیره. تو را خودم چه میشه کرد؟ اولیا مخدره بفرمایید امضا دارید یا انگوش میزنی؟ والا انگوشت میزنم. دستتان پاکه؟ صبحیه وضو گرفتم. آو پس بفرمایید بزنید. انگوشت بزنید. بله بی زحمت این آره انگوشت بزنید. بدید من انگوشتتون را بفرمایید. بش زور نده. مبارک انشالله. مبارکه مبارکه. قربونه خاله
باید بری. قربونه تو میرم که میارده بد دست خاله. سلام حاج آقا. سلام بروی ما. چطور شد؟ ای کور شده چشاتو در بیشگاه هنو چش دلت میدوه؟ بابا تو چه بد دلی زن، آدم دور برش نگاه میکنه بگه گناه میشه. در خودتی دونم، بیا بریم خونه. آمنه جان من الان باید برم سلمانی سر صورتی صفا بدم، تو برو خانه، من زودی برمیگردم. سر صورتت هم خیلی باصفاست، نمیخواد بری، بیا بریم خونه. شب جمعه است باید صاف و صوف کنم، برو خانه الان میام. زود بیا. آمدم. من گوشم رو گرفتم خوشگله. برو کنجا خانم، که خواهر مادر نداری. کجا خانم با این جالبه فرمان تایی سب چونه نیگه بابا سو ساعتی اینجا باشیم. آخه بابا یه دقیقه سب کنی به همه تو میرسه. سیداد از بود ساتوری میشینه. به این میگه ساتور قلاب کنی گزدی که تو. خیلی خوب من قلاب میکنم جاره جون تو بیه تو. نوبت من جاره جون به تو چه مگه فضولی. بی خود شروعش نکنی، گوشت فیله تموم شده آبجی، این کم بیمیره گوشت تموم شده. بگو واسه شانی جونه دیگه، واسه اون تموم نشده. برو تا شل شلت نکردم، فیله ندارم، ده ندارم، این محل همه فیله خور شدن، فرده واسه تو فیل میکشم، میبینی شانی جونه. برو سنگ پای قزوی، یه برو بزنی کمی باد بیر قلبم گره، یه برو دیگه. میبینی شاله جون درد سر ما جا خودتونه ناراحت نکنی. سب کن سب کن باش گره کم سب کن. ببین چی چی واسه کنار گذاشتم، تو ببینی اگه ببینی آجل زفت از اون رونا. به 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 باقه داباد چه گوزفندی عجب چاقا چه لحظ. شاله جون خودت که میدونی من 33 سال کاشق رونم، به جون خودت را آجوری آجوری از اون رونای بغلی باز این ریختی گرفت بغل. میذارمش تو زنبیل. هر جو بخوایی بذار. بله تو زنبیل بذار، تو قندیل بذار، فقط موازه باش زنبور روش نشین. برو جونه. خیلی متشکرم جمشید خان، دستتون درد نکنه. من واسه این رون بیخوابی کشیدم و خیلی زحمت کشیدم و قربونت برم جون جاله الهی قربونت برم. ای خدای بزرگ سد زحمت. سلام آق دودوش. سلام و زهر مار زلیل مرده، آمدی اینجا چی بکنی؟ اومده بودم گوشت بگیرم. میخوام 70 سال سیاه نگیری. چند دفعه من به تو بگویم که برو یک دکان دیگه گوشت بخر، پیش این پسر جوالق نرو جان. با مرگ خودم یک دفعه دیگه پاتی بیزاری در دکان این پسر غلمای پاتو خورد میکنم تو بمیری همچی. یلا زود باش جم کن که از روزت برو ببینم. یلا سلام جاله خانم، ماشالله به این هیکل چی کار داری طفل معصوم ها؟ بذار بماند. نفهمیدم چی شد قربان، اصلا تو رسنه نه تو چی کاری؟ ها؟ یعنی بندی تو این مملکت حق عبجی منم ندارم ها؟ اون که بله، من همین جوری گفتم. پس حرف زیادی نزنده. یلا جم که برو منزل ببینم. یلا یک دفعه دیگه پات دردو کنی این پسر بذاری یا بعد بگو شما برای سرت رو گوشتم اون چادر دم جم کو. یلا جفم برده با مرگ عزیزی تو تو بمیری من عاجز شدم از دستی. بدبختی من یه آدم شیر پاک خوردیم پیدا نمیشه که دستی اینه بیزنم تو این دستش ببره خیال من راحت بکند با مرگ تو. شوهر حلال زده کجا پیدا میشد؟ ای بابا چیزی که فت و فراوان از شوهر منتها باید حواست جمع کنی و آبجیتا به این جوان جغله های امروزی ندی، بدیش به یه مرد جا افتاده که گرد و قیمتش بدانه. خودت گی میدانی حاجی این صاحب مرد جمشید غصابا من بدبخت کرده تا اینجای من تو غرز تو بمیری، نرای پس دارم نرای پیش. طلبکار منم از اون آدمای سمیج و بدقلیق مرگ تو، دم به ساعت دارد با من فشار میارد. من توی این فکرم که آبجی من بدم به یک آدمی که دستش به دهنش برسه، بی آدم شیر پاک خورده ای که هم من از بدبختی در بیاره هم اونو خوشبخت بکنه. تو که میفهمی من چی دارم میگم؟ تو این معارکه با ما سفید نکردی قربان. ای دلت بخواد من میتونم این فکری بالش بگنم. ای قربان تو برم الهی، تو اگر این خدمت در حق من بکنی اتا چه فرمایشتی هست؟ سلام عزیزم، چرا دیر کردی؟ از بس اتوبوس شلو. اگه آدم دلش بخواد میتونه زودتر برسه خانم. یه که دلش نخواد آقا. خب کجا بری؟ همین جایی خورده قدم میزنی. باشه. نمیدونم
نمیدونی این حاجی بغل خونمون چه مرد هیزی. ای خب محلش نذار. مگه از رو میره؟ مرد به این هیزی و پررویی واقعا نوبره. نمیفهمم آخه مگه چیکارت میکنه؟ چی؟ فقط زول میزنه تو چشم و برام غمیش میاد. بلش کن بابا از این چیزا زیاده. راستی کار برات پیدا شد؟ فعلا که اگه آدم بخواد میتونه بازش کنه. سلام حسن جون. سلام. خوش وقت سلام. قربونت برم. خوشحالم کردی. خوب شد دیدمت غلام. اون کاری که گفتی برام پیدا کردی یا نه؟ برای همینم گفتم که میتونم درای بسته رو باز بکنم. خب درای بسته رو چطوری میخوای باز بکنی؟ به وسیله یه آدم کله گنده. اون آدم کله گنده چی کار است؟ والا اربابمه. اربابته؟ اگه بخوای میتونم بهش معرفیت کنم. بفرمایید. البته به خاطر منم که شده هر شغلی که بخوای در اختیارت میذاره. در واقع به آدمای تحصیل کرده مثل تو احتیاج داره. مخلصتم غلام، این کارتو هیچ وقت فراموش نمیکنم. تا عمر دارم عدینه. پس خوب گوش کن، اربابم از اون مردای عشقیه. همین الان با نامزدت بیا بریم منزلش که بهش معرفیتون بکنم. آخه جاله دیگه چرا؟ این یه وقت دیدی لازم شد که اونم پا در میونی بکنه، اون وقت ارباب زودتر کاراتو جور میکنه. ولی آخه آخر رو بذار کنار. به خونه خودتون خوش اومدی. من از اینکه دوستانی مثل شما پیدا کردم خیلی خوشحالم. از این ساعت به بعد منو از خودتون بدونی. بیتاروف میگم. خیلی ممنونم. راحت باشین آقای حسن مهدوینیا. حسن آقا به زودی مهندس میشن. بله. از این بهتر نمیشه. خیلی خوبه. من خودم شخصا استخدامش میکنم. لطف دارید. سکه قشنگ کیه شما؟ نامزدمه. قراره با هم دیگه ازدواج کنیم. پس از حالا بهت تبریک میگم. انتخاب خیلی خوبی کردی. اما رو راست بگو ببینم واقعا خیال داری بگیریش یا اینکه اختیار دارین. من اینو از جونم هم بیشتر دوستش دارم. آفرین آفرین. مرد واقعی یعنی این. خب بیا تا تو رو به یه کارخونه دار دیگه معرفی کنم. اون با من دوسته. درست مثل برادرم میمونه. بیا بیا جانم. بیا جاله خانم، ما هم بریم یه چیزی بخوریم. پسر بگو یه گیلاس ویسکی با یخ برای من بیارن زودتر. خب پسر جان، معذرت میخوام آقای مهندس، تو به چه کاری بیشتر علاقه مندی ها؟ تصدقه پدر، تو یه اشاره بکنی 40 تا کادیلاک جلوی پا ترمز میکنن. خودمونی گشتی گشتی آدم گیر آوردی؟ یه پسر یه لات آسمون جل، نکنه گول اسمشو خوردی؟ آقای مهندس، جناب آقای مهندس. من میتونم کار مورد علاقه تو رو هر جا که بخوای ترتیبشو بدم. چه کارخونه دوستم؟ این مزخرف رو چیه میگی؟ مگه تو با حسن دوست نیستی؟ چرا نیستم، خیلیم هستم. اما آخه دلم واسه خوشگلی دختری مثل تو میسوزه. حیفه، به خدا حیفه. این پسری بی سر و پا لیاقت تو رو نداره. تو خیلی واسه سرش گشاد. بفرمایید. متشکرم. راحت مسایش میکنم. بدم تعریف خوبی ها و محبت ها رو پیش جاله خانم. متشکرم غلام خان، متشکرم. قرار آقای شجاع نظام لطف بکنن و بنده رو رئیس کارخونه خودشون بکنن. تمام کارخانه جات میهن مال آقای شجاع نظامه. میگم اگه دلت بخواد میتونی تو کارخونه من کار کنی تا آزاد رو برا بشه. آخه هر کی همچین نامزدی داره باید مثل ریگ واسش پول خرج کنه و الا ممکنه زندگی به سخت بگذره. بله. بیا جانم این سویچ ماشین رو بگیر، باهاش نامزدتو ببر گردش، نذاری بهش بد بگذره. متشکرم. ولی آخه خودتون چی؟ بگیر جانم، تا وسط شهر خیلی راهه. خیلی از شما ممنونم. شما آقای شجاع نظام واقعا میتونید راهنمای خوبی برای من باشید. بله بله، امیدوارم بتونم خدمت شایسته‌ای بکنم. به هر حال من در اختیار شما هستم. خیلی ممنونم. خب حالا اگه اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص میشم. به این زودی کجا دارین میرین؟ تازه اولشه. هر طور میلتونه. سلامت. خودت ماشین دم در باغه. خیلی ممنون. سلامت. لطفتون کم نشه. چه پسر نه خدا 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 خدا. سلام آق داداش. سلام، بفرما ببینم این وقت شب شما کجا تشریف داشتین؟ جایی نبودم خان داداش، خودت که میدونی میرم خونه قدسی خانم، آخه دارم خیاطی یاد میگیرم. داری خیاطی یاد میگیری؟ تو هنوزم که خیاطی یاد نگرفته همینجوری میری و میای و خودت میگی و میبری و میدوزی و خودت هم داری بکه یه علاشه میگی. اما حواست جمع کن، من غیرت من قبول نمی کند خواهر من اینجوری ولنگار و علکی بلکی بر بیاد. جوان مرده، تو فکر نمی کنی که نامزد نداری؟ برای یک دختری که نامزد نداره این وقت شب دیر آمدن چقدر عیبه ها؟
با این حرفا چیه میزنی خاندوداش؟ مگه من چیکار کردم؟ خب چیکار میخواستی بکنی؟ هر شب به هوای منزل قدسی خانم را میفتی میری خیاطیت بگیری، معلوم نیست کدام جهنم دره را میفتی میری. اینو به تو بگویم گی تو خیاطیت نمیگیری هیچ؟ آخر سالم بی تجدید رفوزه ای، راحتت کنم از الان. برو شامانه بیار بینم، بوده جوان مرده. همین الان میرم میارم خانداداش. بله این نتیجه کمبر زحمت ماسته. لا اله الا الله. ببینم با اون رانه چاق و چلی چی درست کردی؟ تاس کبا. ببین چی چیا بود؟ آدم هست میتونه ترجیح جون. بازم کفته، بازم کفته. من که دل دردستاندم، مردم از بس کفته کفت کردم. تو دلم درخت کفته سب شد، چقدر کفته بخورم لام از سب شد. خیلی دلت بخواد، چه عیدی دارت کفته به این خوابی؟ بله برج من کفته دادی، دیگه نمی خورم، دیگه پایین نمی خورم. جون من شب جمعه، اوقات تو طرف نکن. گفتم نمی خورم، نمی خورم. آه که چه پام درد میکنه، دلم داره زرف میده. حتیق ریشاتو چرا نزده؟ جون من میرم بخورم. خیلی خوب، خیلی خوشمزه سا. چشم، ماشاءالله چه درشتم هست. البته پرفات هم میگم. جون چه گنده است؟ نوش جونه. باش نمیشه این کفته دارد و من قایم مشک بازی میکند که کفته است یا توپی شربنل است، به درد زمان جنگ بیشتر مخورد. گرمونم بفهمی نفهمی ها، یه خورده صف شد. صف که چه عرض کنم، مثل سنگ است ماشالله. الان گردت همه به روخ میکشم، با من مبارزه میگونی؟ دندنم نزم به دور پدر کفته فرزه بچه شده مگه گناه دارد برای که به خدا گناه چی هست؟ نزنی تو سرم، نزنی گو انگار صدای جبه باشی 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 چی بود؟ دهه مثل اینکه کفته برنجیه. چی؟ بازی کار بیش چیزی هایش مکک پیدره تو در میرم. بعد نشد، خدا رسوند آجی. نفته سره امشب مون بخور. چه کفته سفتی؟ الانه آبجی آبلم بوش میکنم، پدرشو در میرم. این دیگه چجور کفته یه بابا؟ مکنه توپ فوتبال بچه هاست از تو کوچه افتاده. نه بابا، من که بیرنجون لپه رو نمیبینی توش داره چشمت میزنه. راست میگه لپه داره. این کفته است مون تا یه خود آهک زیاد شده، بعد چکل شمایل در منه. ساتوره بده من خانده داشت تا ساتوریش بکنه. اونجا زیر رخت خواب منه. هنوز ساتوره میذاری زیر سرت خانده داشت؟ دور دوره نامردیه داشت. دستم تو کاره، الان یک کفته میسازم که حلیم نرمتر بشه. چه فایس پدستک سا هلیس میخوره عجب کفته ناتویه. این کفته واسه کره ما خوبه داداش، ما نخواستیمش. حالا شما اینه میبینی؟ اینم میبینی؟ حالا دیگه نمیبینی؟ جانم جا عجب جای خوردا حق به حق دار رسید. خدا زلیلت بکند حجی، اینجوری از آدم تشکر میکنی؟ آره. بای لگن باسرم شیکس باسرد انجاز لگن خاسرد انجاز خواب زلیل مرده ای پیر گلت ای بو شده چیه؟ چی شده؟ من که شکم هم سیره ببینم چی شده آقا فهمیدم از آسمانه یا شاید از ماهواره است از آبولو برای همه داره مهمان میاد به نظر چی شده جالی جان بگو ساعتی انداختن میخوان منزل ما رو منفجر بکنن چه سیاه هست شهره من آب شد نترس نترس من بابا تو داری منو باتر میترسنی تو دو سه دفعه با من نترس بگو تا همه اینه بگیرم الان میگیرم معلوم میشه صبر بکن خدای من میترسم نترس جانم بده من بگیرم داشت اینگه کفته هست از
کجا اومده اینجا؟ بوی اسفناج و شنبلیلی میده. به نظرم از ایرلند شمالی آمده. جاله جان اینه که شاعر میفرماید هر اون کس که دندن دهد کوفته را هم دهد این است. بفرما بنشین. بنشین کوفته را مهمان من. عجب کوفته باحالی هم هست. این برای تقویت اعصاب خوبه چون از غیب رسیده برای ما. حالا بنده با اجازه شما با این چیغ سلمانی ریشنه تراشیدی میفتم به جانش. نیسمش میکنم بعدم میخوریم راحت آسوده. بفرما. نیت کن جانم. از وسطم نیسمش میکنم. او کوفتشم کورچه تخمور گذشته نگاه کن. باقه دابان شنگوری چی آوردی؟ تخمه مردشه تو بخور باقی شمن. من میگم جمشید بوستاله کور. باید بریم باید بریم باید بریم. بخور دی جان، بخور کیف داره. بیم من میگه جایلی چلیگه. باید بریم، باید بریم، باید بریم. الان میفهمی با چی طرف نشونه بیرم. تارزان ما امشب صدای گاو میگوند. بخور دی جان، تو اصلا حواست کجاست جاله؟ بلند شو یه قده آب بیار ما بخوریم. هم باشه الان میرم. برو جان. باه بلای قربونون قدت برم که 37 مهره داری مشل. اومدی اینجا چی کار؟ بازم اومدی از ایتالیا برام حرف بزنی؟ شاره جون به مرگ تو. هر کاری کردم این دوتا چشه کور شده بخوابه. نخوابه که نخوابه. ندای قلبم گفت برو پیش جاله. ببین در چیه کار؟ خدا دست تو بکش. جاله بابا این یه لومه غزه روی گلوی من مونده. اب از کجا میخوای بیاری؟ از سد کرج؟ او خانه خراب. جاله وای اومد سنگر بگیره منو نبینه. خدا ذلیلت کنه با این یه لیوان آب آورده رو دخل خانه خراب. با کجا باید دنبال تو بگردن؟ جاله ده جاله بابا ما غلط کردیم. آخ خدا ذلیلت کنه. صد دفعه گفتم بی صاحب شدی این چارپایه رو سر راهی من نذار. حرف که بگوشی ده. ای خدا یاد خدا الهی تو رو زمین بکنه. تو عاقبت من زمین گیر میکنی. گوشه خانه می نشانی من بیده. ای جاله چیه؟ ای امان هندی من اینجا دنبال تو دارم میگردم. تو رفتی اونجا برای من قایم موشک بازی میکنی. بدن سوخته زلیل شده. نگاه کن آخ خدا آخر عمری به کی بده کار شدی؟ جناب آقای مأمور مرقوم به فرمایید صندلی دستدار مستعمل دو عدد. مستعمل خودتی هیکلت نامردین کجاش بوست؟ میزنم پدرت در میرم یهو میرم زنده. آقا جان اجازه بدیم ما وظیفمون رو انجام بدیم. آقا وظیفه ده انجام بده. تو میری به خدا ما اینه تازه خریدم نامرد میگه مستعمل. باشه بینویس بر پدرش نده جیک بزنه. نمیتونی جیک بزنی؟ نمیتونم جیک بزنم ها؟ حالا میخوای جیک بزنم که پدرت در بیاد؟ بابا من طلبمو میخوام. بابا خیلی خوب می... من پولمو میخوام. من پولمو میخوام. پولمو میخوام. پولمو میخوام. نامر ندارم مگه هر سرت نمیشه. بیا لباس منو گیر. من پولمو میخوام. وایس ببینم حرف زیادی نیست. ببینم کیه. خیلی متشکرم که منو رسوندی. ساعت 6 منتظرتم. دیر نکنی. نه. فعلا خدافظ. وای. اصلا زود باش برو داداشم داره میاد. آقا کی باشن؟ بنده اصلا دست بینداز گفتم آقا کی باشن؟ کی هست؟ بنده چیزم بنده خانده داشت ایشون پسر قدسی خانم خیاط هم دیگه. آخه من تاکسی گیر نیوردم. ایشون اومدن منو برسونن. بله درست. پسر قدسی خانم خیاط گوش بده ببین پسر چی میگم. جونم اگر یک بار دیگه دور بر خواهر من با پلکی یا به خدا یا حد واحد هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. فقط از اینجا برو. من از اینجا برو. برو برو جانم برو. خدا ذلیلت کنه. برو منزل. اینقدر آبرو حیثیت منو نبرد دختر. برو گیم شده. من کم خودم بدبختی دارم. اینم مزید بر علت شده برای من. آجا حرف تا آجا کارا جور شده. طلبکار مأمور آورده داره خیر تو پرتای دیکونه اسماعیل آقا سلمونی رو جمع میکنه. جان من جون شما حالا وقتشه سابی بودو بریم. بابا بریم پی کارتن ده بره. مگه حلوا خیر میکنین در مغازی مردم جمع شدین؟ بریم بابا جا مگه اینجا کابارت از هم مردمانی هن والا حوصله دارن بخوده. چی شد از اسمال آقا؟ چیه؟ آمدن خرط پرتای مغازی من جلب بکنم بردارم بابا. ترس کارت نباشم نخونم درستش مگنم. چه بدبختی گرفتم. تو برو دیت تمام است. برم. خوش آمدین. بفرمایید خدا. منم ناراحت نباشین. شما بفرمایید. من خودم ترتیباتش رو میدم. بنده زامنش. برو تو بشین خودت هم گندرول کن. احسابت هم گندرول کن. رفتم.
چهش میکنم بشر شیشا ببینم اسپارا راستش یه پولی مالی بنده خدایی پیش بنده هست بلکه بتونم بدمش به تو که بزنی به زخم کاخ. خیلی ممنون حجقه قربان تو برم تو بده من با نزولش به تو بده. اما اسپارا جان یه شرط داره ده دی چی شرطی داری جن؟ ای فهمی که حجقه چی میگه؟ بیرون کپل من خودم حالیش میکنم برو دلستی که دیزل حالا این میخواد با من با فهمانت رو ببین جانم من الان چندین از چند ساله که اولادم نمیشه الحمدلله دکترها میگن ایالت اجاقش کور است واسه همین که من میخوام یه زن دیگه بگیرم. بله چی داری میگی حجی جان مگه تو خول شدی؟ تو جواب اون یکی چی میدی آخه باره؟ به فکر اونشم گردم بردمش محضر ازش رضایت نامه استاندم خلاصه اگر دلت بخواد میتونم یه معامله که با هم بگنیم میفهمی که تو میخوام بگم والا بنده میفهمم من از خدا میخوام آدم با ایمانی مثل جناب علی از اون سرپرستی بکنه قربانت برم ولی اون جوان این روزی سه زیر بر نره چی؟ البته این کار خیلی طرفرز باید انجام بشد که کسی بویی نبرد علل خصوص عیالم اصلا ابدا نباید ملتفت بشد یواشکی عقد میکنم میرد پی کارش. چی میگی؟ سر از سفره عقد به محض اینکه عروس بلره گفت خودم اسکناسا رو میذارم تو مشت تو قبل تا پنوار خدا ببینیم چی میشه باشه چشم. آخه چی شده داداش؟ چرا اینقدر تو فکری؟ به من بگو چی شده آخه؟ میدنی جاله جان میدنی چی؟ دیگه کار به استخوان من رسیده هیچ رأی نداره گیری بیاموزد که آمد واسطه شد نزشت اسبابای منو بباره ولی خواب سلام حاجیم که بیتمن نیست. خب حالا میخوای چیکار بکنی خان داداش؟ والا نمیدانم خودمم نمیدانم همینجوری ماندم گیج و سرگردان و مات که چیکار بکنم. ببین جاله جان تو خیلی دختر خوبی هستی میدانم چقدر من دوست داری میدانم ولی الان وقتشه که به خاطر برادر دی فداکاری بکن باور بکن ته دلم هیچ راضی نیستم با خدا هیچ راضی نیستم خان داداش مثلا چی کار بکنم؟ اگر تو رضایت بدی حاجی قرار تو را عقد بکنه خانه خراب سر پیری و مرگی گیریده اسمشم نگیرین خان داداش که اوقاتم تلخ میشه ها آخه این پیر هافافو من همسن دخترشم درست جاله جان قربان تو برم ایلهی آخه یه خوردم به فکر برادر بدبختت باش حق با توه من میدانم ولی اگر در دکان سلمانی بی صاحب من تخته بشم من چیکار بکنم ها؟ چیکاری میتوانم بکنم جز اینکه برم توی میدان سرتراشی دوره کرد بشم کار دیگه بلد هستم نه تو بگو دیگه بلدم هم بلدم ببین خان داداش روک و راست بهتون بگم اگه بخواین پافشاری بکنین میذارم از این خونه میرم مثل خواهر جمشید قصاب تو خونه خارجی و کلفتی میکنم و یه لقمه نون در میرم. ای خاک بر سر من که چه آدم بدبختی هست من با دست خودم خواهر نازنین منه درم زده بگور میکن. ببین حالا یه کار دیگه میکنی برای اینکه آبروی من نرد حاجی که سر سفره نشست 20,000 تومان با من شیر بها میداد من وقتی پول گرفتم هرچی به تو اشاره کردم تو همش عذر بهانه بیار بقیه کار با من واگذار بکن باشه. اومد سلام. سلام چرا اینقدر دیر کردی؟ والا سر کلاس معطل شدم برای همین دیر شد خیلی ازت معذرت میخوام. خب چرا وایسادی؟ بریم دیگه. باید صبر کنیم. برای چی؟ باید یه خود صبر کنیم تا غلام بیاد. من باید باهات حرف بزنم. خیلی خب سوار شو هر حرفی داری تو ماشین بزن. برو بالا. خب چی شده جاله جون؟ بازم که نراحتی تو رو به خدا روته به من کن الهی که من فدات شم ناز تو برم من نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم. بخند تو از ناراحتی در بیار. بخند جاله. نه حسن من ناراحت نیستم. پس تو فکر چی هستی؟ چیونه من بخند؟ بخند دیگه
مرگ من بخند. آخه چجوری بخندم؟ من همش تو فکر داداشم. راستی که اونم مثل من آدم بدبختی. آخه میدونی چی؟ چجوری بگم؟ من به اون قول دادم. ببینم نکنه قول دادی زن حاجی بشی؟ نه اونجور که تو فکر میکنی نه. البته حاجی خیلی سفت و سخت یقه داداشمو گرفتی، همش داره وعد و وعید میده، خونه یه بار شهرشو به رخ داداشم میکشه، خیال میکنه ما خونه ندیده ایم. جاله جون یه فکر کردم. چه فکری؟ میگم همون جمشید قصابه، همون خوله که از ایتالیا اومده که داداش دعواش کرد، اونو باید بندازیم به جون حاجی که بره به زن حاجی بگه پدر حاجی رو در بیاره. آه جون خوب فکر کردی باری کلا حسن، کلت خوب کار میکنه آی مهندس، نمیدونستم اینقدر باهوشی. حالا باید با ماشین آقای شجاع نظام کاسبی کنیم و سورساتمون رو علم کنیم. باش نگاش کن رسی. جون من این آقا نشه منو تا جاده کرج برسونین، هرچی بخوام بهتون میدم. میگیرنمونا. پول بنزین امروزمو باید درآد. آخه خرج داری. نه جون من این کارو نکن. بابا خوب نیست. چی چی رو خوب نیست؟ بی بالا جون بی بالا. بی بالا. گرام که دارین آقا. آره گرام داریم اما صفه نداریم. میبخشید. بفرم. خیلی خوش اومدید. چقدر بهتون بدم؟ خواهش میکنم هرچی بیشتر بهتر. خیلی متشکر. خیلی خیلی ممنون. خدا بده برکت. اوضاع امروزمون روبرا شد. حالا باز بریم و ساندویچ. من ساندویچ نمیخورم، چاقاله میخوام. خیلی خوب بریم بهت چاقاله بدم. که اینجا پیدا نمیشه ولی ما چه چاقاله ای فراغونه اینجا که نمیشه، روز روشن همه میبینه. کی میبینه؟ تازه مگه چاقاله خوردن عیبه؟ مزخرف نگو، هیچ میدونیم با کی طرفیم؟ باید جیگول ماشین دوز. آره ناکس بی پدر، به من میگی ماشین دوز؟ الان حالیت میکنم. نالوتی حالا واسه ما کارکاری هم میخونه، هرچی میخوایم کوتابی هم نمیشه. اگه راست میگه کارت ماشینتو نشون بده. آره نشون بده. ببین آقا اون تقصیری نداری، آقای شجاع نظامی ماشینو بهش دادی. حالا آدمش میکنیم که دختر مردمو ور نداره بیاره سر. شما نه راستی خانم تو ماشین کرفتو کن. بابا به اون چیکار کنی؟ Police, come on! Ready! Go! Ready! Go!
تیز کنیم تا یه مشتری برسیم. این دختر اصلا کجا رفت؟ چه این تو؟ پیج سگ کفتر ببین چه غلط ها میکنه. جون خودت اشاره کنی زززر تی خیرخیرشی میبرم که حوث عروسی کردم با تو رو به گور ببره. به من میگن جمشید گوسره کش جون شما. نیش کن بابا، داخل آدم نیست. میدونی چیه؟ باید یه کاری بکنی که فکر زن گرفتن رو از سرش بیرون کنی. اون با من عروسک فرقی فرکشم نکن. آره دلم میخواد بس و تقد به هم بزنی. میتونی این کارو بکنی؟ مرگ تو کاری میکنم که تو آرم داره فراموش نکنه. اما یه شرط و شروطی داره. شرطش اینه که تو زن من بشی. اون که معلومی کی باشه بعض شما. اصلش من میخوام حاجی رو رد کنم که زن شما بشم. جمال تو عشقه قربون و معرفتت برم که مولا درزش نمیره. چیز میزد که ایتالیه معرفتت هم ایتالیه ایتالیه. میدونستم که خاطرم رو میخوای عاشقمی. بالاخره باید حق به حق دار برسه. اون پیرسگم باید سماغ بمیگه. اونم سماغ نکویده. عشق جاهلیه ایتالیایی شروع شد. الهی قربونت برم. شاعر میفرماید کمر و فنر کرده یار، شق و قمر کرده یار، پک مرو خر کرده یار. حالا که قرار تو زن من بشی یه مطمئن حساب بیمید. حالا آنه دوشم سر میرسه. بی صاحب شده برو گیم شده. همه رو ماتکای ما می نشیند. سانگه همین یه آهنگ بی سی چار ساعت بخنده. برو ایسکه بالا پشت با هم بگیونم چه خبره. جاله اینم گیم شده راحت آسود. جاله بای زبوتاش جاله بلا جوان مرده یک نفسش درم نمیاد. پشت دیوار دلم یک صدای پا میاد. کجاست پس؟ کجا رفته؟ زمینی؟ آسمانی؟ وسط آسمانی؟ کجا هستی؟ کجا باید تو رو پیدا بکنم؟ جاله جاله اوخش آخ خدا بگم چی کارت بکنه دختر. چند دفعه بگویم آخه این بی سبب چارپایه رو نیزه. پشت دیوار دلم صدای کفش لنگه میاد. بس این بی سبب شده منه. سلام جاله جون، حالا اوله چطوره؟ مرسی. بشین اینجا رو تخت خواب نرم کرد نرم کرد. خیلی ممنون. خوش اومدی. خوش بکنم. شادت شد خدا. من برم براتون یه چایی بردارم. نه 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 قربونه برم. باز دوباره کتم پاره شده. برام بدوزش. امرو فردا پولدار میشم یه کت نو میخرم. فقط همین یه دفعه. این دفعه آخر جان خدا. هر وقت منو میبینی چشت کرایه ور میداره مادر. نه هرچی تو قرآن کاف داره به این لباس تو شیکاف داره. نه نه الهی قربونه برم. گفتم این دفعه آخره. برو شکلت برم. برو قربونه برم. باز با یه ماچ خرم کرد. خسته شدم از دستتون. نو گرفتم. چطور متور؟ تو که همه جات پاره است. چی کار کنم بابا؟ مال دعوای دیروز دیگه. راستی حسن جون تو عجب فکری کرده بودی. جمشید قصاب انداختم به جون زن حاجی. نمیدونی تفلک چه آدم ساده ایه. هرچی بهش میگم گوش میکنه. به به پس دیگه کلک حاجی کنده. آره خلاصه جاله جون تمام بدبختی های ما عروی نداشتنه. ولی ناراحت نباش اینقدری نمونده. خودم به امید خدا تا یه سال دیگه مهندس میشم. ننه جون خدا رو چی دیدی؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. دو سال بخور نونو تره، صد سال بخور نونو کره. زنده باشین ایشالا زنده باشین. برو بسته کرم حرف بزنم. خلاصه اون وقت پوله که مثل ریگ تو دست و بال هر دومون ریخته میشه. حسنت هم یه شرکت بزرگ وامی کنه. ارباب رجوعه که یه دقیقه آرومم نذارن. بهت قول میدم چشم به هم بزنی همه اینا برامون آماده میشه. خدا کنه حسن جون. جون ننم بیفم الان کرده. خب بفهمی چادرتو وردار بریم لباسمون عوض کنیم. امشب قراره بریم مسئله شجا نظام. چی شدم؟ این کوچلوار رفیقم که خیاطی داره گرفتم. خب چطوره؟ بمیاد؟ وای چه لباس قشنگیه. تو هم زودتر خودتو حاضر کن که به موقع برسی. خیلی قشنگه حسن. آره بچی حالا حتما باید بریم مهمونی شجانه. آره بابا آدم خوبیه به درد میخوره جاله جون. بیا این پیرن واسه تو گرفتم. مواظب باش امانتا لک برنه. وای چه خوشگله. عین خودته. ولی پشتش خیلی بازه. اب نداره بابا مهمونی فامیلیه. خیلی خوب رو تو بکنم بر تو بپوشمش. حالا نمیشه ما واسیم تماشات کنیم. چی رو واسه تماشا کنی؟ برو بیرون. من که نمیاد برو خودت دوست نکن. برو غلام خیلی تعریف شجاع نظام میکنه. تا اینجایی هم که ما دیدیمش بعد آدمی به نظر نمیاد.
رئیس کارخونه جدیدش بکنه. فقط خدا بکنه که پشیمون نشه. اومدم. بفرمایید این سویچ ماشینتون آقای شجاع نظام. چرا چی شده؟ مگه خدایی را کرده اشکالی پیش اومده؟ نه قربان، انگار ماشینداری واسه ما اومد نداره. به هر حال دستون درد نکنه، خیلی ازتون متشکرم. ورود شما جوانای بانشاتو به کلبه محقر خودم خوش آمد میگم. امشب واقعا شب باشکوهیه، همون نه روز باشکوهیه. وقتی شما رو میبینم خودمو گم میکنم. خب دختر خوشگل، شنیدم که شما رقص آواز قشنگی دارین، ممکنه خواهش کنم مجلس ما رو برات بده؟ اگه حسن اجازه بده من نداره. حسن جون میبخشین، لطفاً یه دقیقه. خواهش میکنم جناب. البته میدونین که این مجلس خصوصی و فامیلیه. من آدم موقع شناسی هستم. اشکالی نداره جاله جون، اگه بخوای میتونی. خب جناب مهندسم که اجازه دادن، بفرمایید بریم. خیلی ازت ممنونم که روشو زمین ننداختی. ببخشید من با مهندس یک کار خصوصی دارم. خواهش میکنم. بیا بسرم بیا. جاله خانم، بله. ممکنه تشریف بیارید میوه شیرینی چیزی میل کنید؟ بفرمایید. باشه.
اگه پول برای عروسی ده احتیاج داری بگو، رو در وایسی نکن. ببین مهندس، من که گفتم با شما اینجوریم، تا دو ماه دیگه کارخونم راه میفته تمام اختیارات چی میدم دستت، اون وقت از حقوقت کم میکنم. نه قربان، آخه این که درست نیست. من که هنوز کاری برای شما نکردم که چیزی بخوام. میترسی چی؟ وقت بسیاره، در آینده برام کار میکنی نه؟ با وجود این هر وقت لازم شد بهتون عرض میکنم. خواهش میکنم صبر کن، ببین چی میگم. صبر کن. برحال از لطفتون خیلی متشکرم. آقای شجانزی ما دیگه باید بریم، اگه دیر بشه داداشم اوقاتش تلخ میشه. نکنه بهتون خوش نگذشته؟ خیلی خوب، گرچه از دیدنتون سیر نمیشم، ولی هر طور میلتونه، منزل من متعلق به خودتونه. هر وقت دلتون خواست میتونی سری به من بزن. خدافظ. مروزی خدا حسن به سلامت. احمق، دست از این کسافت کاریات بر نمیداری؟ با این وضع دلت میخواد رئیس کارخونم هم بشی؟ بیلیاقت نمک نشناس، من حاضر نیستم تو رو جای سگ دم در کارخونم بذارم. برو بیرون از اینجا، برو گم شو از اینجا، دیگه هم پات اینجا نذار. من از جاله خوشم میاد، خجالت داره. تو با حسن لاف دوستی میزنی، اون وقت با نامزدش میناسی، تو کارمندی ها. برو بیرون از اینجا، برو بیرون. بسیار خوب میرم. شرمت بیاد. میدونی چی آبجی؟ کم کم باز یه دستی بله کنی و جاله رو داشتش واسه من خواستگاری کنی. زبونه تو گاز بگیر، باز حرف جاله رو زدی، هنو آبجی شوهر نکرده. آقا داشت آیرون ساید، قربون اون سیبیل چخ مخید بگردم، انصافت کجا رفته؟ آخه من تا کی باید عذب اغلی بمونم؟ دیگه زنگ زدم، کم کم داره پشم و پیلیام سفید میشه، قربونت برم، نوکرتم. آخه با کدوم پول میخوای ژاله رو بگیری؟ تو که دستت خالیه. آجی راست میگه پسر. عوضش یه تریلیه هیچ در چرخ جذابیتو یه بار نمک دارم آقا داداش، خیال کردی کمه؟ جذابیتو نمک، اینم شد حرف؟ زن نون آب میخواد پسر، نه جذابیتو نمک. بله. خب حالا شاله راضی زن تو بشه؟ آره با این هیکل سالار کلی کار دستش داده. خلصه آقا داشت آیرون ساید، جان کلم اینه که یا با جاله رو واسم بگیری یا دیگه نمیرم در دکون. بیل نمی کننده. خواهش میکنم. بابا با خودم نمیشه بیخودی من خر نکنم. عجب گرفتش بابا، والا نمیشه تو بیمیری نمیشه. خوبم میشه. اوستش مستن میره دوست دارم. میگینه از همین الانه ابتا میکنیم، اون وقت میبینی که میشه. چی را امتحان کنم تو؟ باش گوشت دماغ بریدی، ده کسی اینجا نمیاد، فقط مونده سرکلی منه بود رشی برن. ای برو دنبال قصابی تو، برو روده ای دورو جمع کنده، برو جنم. من قصابی بعدم میاد. خب من چی؟ مگه جریمشو من باید بوده برای حواس منو من پرده کن ببینه بینه کیه نخه. خبان شدی اینجا خیلی مکی بیل نمی کنه. میگم که یه کار وجیه پیش آمده، من باید برم یه جایی برگردم. تو اینجا یه چند تا گوشه دماغ ببرد همم بیام. باشه؟ روی چشم گوشه بیمت که مادرم سیبیلای دوید بیدم که کیف بکنی. ببینم چی میکنم. برو بینم. خب تکلیف من چیه؟ من چی کار کنم؟ نه دیگه فاتح جون، من خودم اینجا رو اداره میکنم. تو هم برو بیم اوزا چیه دلاره بیم خبر بگیم. برو ببینم. بیزر زمین باریکلا یواش شیرنیا نشکنه. آباریکالله با تو، آفرینم با تو. عزت ما رو مرمت نمی کنی؟ اجرت؟ از همون ایم. کسی که آوردیم برین از او بگیریم. کسی کیه؟ همون کسی که اینه با شما داده. مالا شما هست از اون بگیریم. مگه حرف علید نمیشه، برای از اون بگیر. اینا دیگه چی آوردین تو این خونه؟ لوازمات عقد کنن دجال جان. عقد کنو؟ کدوم عقد کنو؟ مگه من بهتون نگفتم که محال زیر بار برم؟ ژاله جان قربان تو برم الهی، فدای تو باشم، تصدقت، تو فقط با من تا سر سفره عقد بیا بینیشین اونجا، من فقط پول از این بابا بگیرم. وقتی من پول از این بابا گرفتم، خودم بیه ترتیب عقد با هم میزنه میره پی کارش. تو قربان تو برم. پس یه باری که بگو میخوام تو رو بفروشم. نه ژاله جان، نه والا، نه به خدا، نه تصدق تو، من فقط میخوام پول از این بابا بگیرم، بیه زخم زندگی من بزنم. وگه من میگیرم میبره زندان.
من حاضر نیستم در زندگی خار با پای تو برود. اون وقت میام تو رو بگیرم بفروشم. یعنی من پدر سوخته اینقدر برای تو برادر بدی بودم ها؟ بد پدری بودم، بد مادری بودم. آخه مگه میشه سر سفره عقد بشینم و بله رو نگم؟ چرا نمیشه قربان تو برم الهی؟ تصدق تو چیکار بین کارا داری؟ تو فقط بیا برو سر سفره عقد بنشین. من پول از این بابا بگیرم. اگه خودم کشتم تو بین شولی بله رو نگو. وسلام. مردش سر شانس منو ببرم. تو رو به خدا نبو نبو این اخمای بی صاحب تو رو واکن که جیگر من آتیش میزنی به خدا قسم. قربان تو برم الهی، من باید برم در دکان، هیچ کس نیست. این جمشیده رو فرستادم یک چند دقیقه اونجا باشه سر مردم گرم میکنه. میترسم تا من برسم با جان تو شیش هفت دماغ و پنج شیش تا بناگوشو بریده باشد. الان برمیگردم. قربان تو برم الهی. سلام علیکم حاجی. سلام علیکم. میگم که چرا نمیری خانه آبجی شهلادی سری بشش بزنی ها؟ حاجی حواست کجاست؟ چطور؟ آجی شهلا که نیست، آجی اشرفه. بله. تازه من دیروز خونه آجیم بودم. حاجی جون چرا شلواره تو نمیکنی؟ جایی میخوای بری؟ آره با یه نفر قرار دارم. پای یه معامله شیرین در میان است. بله برو بابا، تو هم با این معامله شیرینت همش بلدی حرفشو بزنی. نه نه این بار دیگه از اون بارانی سالا نشانت میدم. راستی قراره یه نفر بیاد اینجا یه پولی برای من بیارد. من رفتم. مبادا از خانه بیرون بری یا همینجا باش تکان نخور تا من برگردم. رو بله چشم. بله شما بگوین. ببین تمام پولا را یکی یکی بشمور، کم نباشد. فهمیدی؟ آمدم همینجا باش، من برمیگردم. آهای حجی نری حجی حجی مکه وا. نه 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 جان تو، ده دقیقه، فقط ده دقیقه، من زود برمیگردم. همینجا باش تکان نخور. آمدم. باش خدا چه شوهری نصیبم کردست. قربونش برم شالله. هنون نیمده بیون؟ نه اونها شومن. ببین فاتی جون، وقتی رفت برو جریان بزنش به خوب سنگر بکنش جرد بیچه قدم آتیشش تو اونگه داری میدو کنی یاد بزن. برو بزنش بگو آتیش هنگم خوزو باش. سلام زن آجی. به به سلام علیکم فاتی خانوم. سلام به روی ماهت. چی طورست حال شما؟ خوبین؟ به مرحمتتون بد نیستم. بفرمایین بفرمایین بشینین. خوشون بدی فاتی خانوم. ببینم شما قرار بود واسه حجی پول بیارین؟ وقتی داشت میرفت خیلی سفارش کرد. فرمودین قراره پول بیارم؟ بله خودش اینجوری گفتست. من پول نیاوردم، عوضش براتون خبرهای خوب خوب آوردم. چه خبرهایی؟ عروسی دست؟ آره دیتونی من. آره میگم گین آیه دفتر در دیر کرد نیامد. حتما میاد، من پول پیشم بهشش دادم. پول پیش دادی یا سفته دادی ها؟ یادم نیست. شاید سرره رفته یه منبر دیگه بزند. خدا کنه پاش بشکنه و اصلا نیاد. آخه این که درست نیست، دو جره یه جا بخواد بزنه. چه عرض کنم والله. به نظرم آمدن با اجازه شما من برم یه سری بزنم تعارف بکنم. دره باز کن جان. درت سر من
بفرمایید تو قربان. بفرمایید. ما خیلی دلواپس شدیم شما دیر کردیم قربان. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوشایید آقا دیر فرمودید چرا؟ آقا بازارشون خیلی داغه. قبل از اینکه برسیم اینجا باکر سرت. خب چرا معطل دی ایالو زودتر سیگه عقد جاری بفرمایید. آه حاجی سیگه عقد جاری کنی بودم اما که دیگه پولو میخوای لقمه بزنی. بیا جلو کارت دارم. همین سیغه عقد جاری بکنیم باقی امانتی رو رد کن بیاد مرد حسابی ما با هم قرار داشتیم. بابا اسمال آقا تو که انقدر سفت و سخت نبودی برادر من تو چی بکنم حاجی جان؟ مغروزم، مفلوکم، بدبختم، وگرنه من غلط میکردم این هلوی پوسکنده رو بدم به دست جناب عالی. این میوه نیست که تو بتنی بخوری. بوگو بذار برات یه چیز بیارم حلق گلو تر بشه. آقاتون یعنی حاج آقاتون قرار امروز ژاله خواهر اسمال آقا رو عقد کنه. گفتی خواهری اسمال حتی؟ وای خدا مرگم بده. وای وای فاتی جان بگی منو. وای قلبم خدا جون قلبم. آی آی الهی جسه چی گر بزنی خدا به زمین گرمت بزنید. الهی ریشت به خونت خذاب بشت مرد بیل به اون کمرت بخوره تخه بره دست. آی فاتی من بیمیرم راست مگوی جونی من راست مگوی. ایوا زن و جی جون منو دروغ من که نظری ندارم دروغم چیه والا. آیا امیدوارم گور به گور بشی بعد. خانم جون فایده این ناله و نفرین چیه؟ شما باید تازوده یه فکری بکنید. در اون که معلومه است ای که من گذاشتم حدی سرم هاو بیارد از اون بدترم. ببخشین دا الان ترتیبشام میدم. آی آی خدا ذلیلت کند پیر مرد خدا مرگت بده ایشالله. الهی به چه کنم چه کنم گرفتار بشی که خودم گرفتار میکنم که دست حسادو کجا میبری؟ بعد میفهمی دست و هوونگه به این کلوفتی به چه درد میخورد. یک بابا یه زشتر دارم که اون سرش ناپیدا. بندره همچین دست کم نگیرین دا. خیلی آرزو دارن که سایه من رو سرشان باشد. خیلی خوب بیا بگیر این 10,000 تومن که نفس اون مبلغ از حالا بشید میدم. نفس دیگرشم بعد از جاری شدن سیگه عقد. اما اینم خیلی خوب حجی قبیله. اما من نصف دیگر قبل از بله گفتن میگیرم وگرنه بله ملهی در کار نیسته. بسان قبول از حجی گفتم ها. قبول آها. اولی شکر بافکی شو کردم. لشکر حمله کنی بفرمی تو. خیلی خوب بجون یادیو چی منه بول جاده. بریم 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 ایاله من چه خاکی به سرم کنم. چه خاکی به سرم برو اون بر با این عقد کردنی. چی شروع شد؟ در بیا برو تو صندوق بجون یاله برو تو دمر با خود امینی بیده خاله خرم. شما چرا همچی میکنی؟ گشکر به پیش بدش من دست بکن جنبال فرمونگه. وای خدا اسرائیل جانم آمد. سلام سلام به خدا عجب دست هفنگ کلوفتی هم آورده. تو کدوم سلاخ قایم شده؟ کجا قایم شده این نالوتی ها؟ برو تو. مبارک باشد. خیلی ممنون. چه کنم؟ من چی میدنم؟ سلام. سلام علیکم. به 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 اسمال آقا. آجی خانم دونه یواشه که عقد میکنین و در همسایه رو بعد نمیگیرین. اختیار داری زن حجی جان. یه عقد مختصری بود قبل شما رو نداشت. چی بکنیم یواشه که سمت شما بردیم ده؟ ما فقیر فقره وقتی پول نداریم یواشه که عروسی میکنیم. خب دومات کی باشم؟ خودم هم با... بله. چی؟ دامات؟ گفتین دامات؟ من که نیستم. من جزو شهود عقدم مگه نه اسمال آقا جان؟ بله مگه آدم قد آدم تو رو دماد بگیرد. بله زن حجی جان بنده از حجی آقا خواهش کرده بودم بیاد اینجا یه قده برای ما شهادت بدهد. بله پرسیدم دوماد کی باشندشون؟ اسمال آقا اگر که بگم داماد گفتین داماد بله دوماد داماد داماده پرسیدم دوماد
کیان؟ گفتی که داماد چرا نمیگوی داماد کیه؟ چشمان دست بچه اینا بفرما داماد مثل شاخه چنار درخت داماد سم نیکم آقا تو دو ساعت کجایی نمرد ناکس مرمو الله بنده بودی یعنی من داماد بودم خبر نیستم اوسب برو اونجا روی صندلی بنشین تا آمادگی داماد شدن پیدا کنی آقا بیا تو رو عقب بکنه بنشین روی صندوق ببینم تکان نخور از اینجا بیم مقام داماد توی نکنه بنشین میزن توی سل کلتا گوشت برده اینگاری تا آقا بیاد خیلی معطلی داره را بیافت بریم خونه ببینم خونه؟ من نمیام من میخوام شهادت بدم میخوام 70 سال سیاه شهاده نده به تو چه مرد بسمر داماد خوشگله پس با من شوخی داشتی ها خب آگیده نگردار ساعت دوی بعد از نفس شب که همه خوابن من بقیه پول بودی خیلی خوب میدم باشد بعد از بعد یادت نرده نمیره تو میای بریم یا بازداری پر مبوی من خیلی شرمندم به جان خودم برو تو بفرمایید بسلام بده من دست هوانگو بسلام ببخشید زحمت دادیم خدا ببخشید مرمت بادو بادو بسلام شیال جان یه کبو تر سیفید و خوش تن و بدن من یکی جمع شده گوزل خوش از عشق تو داره گاه خوش میشه داره سن چیغ از من شروع که میشه من خوشحالی علمی بنام خیلی ملوسه ایری بیدم تو اونجا خفه نشی یا هواکش داری یا نه برو تو برو تو ای نمیدونم چی چیه من اون نامرده نگاه کن دیدی بلاخره من تو پای صوفی عقل نشستی دیدی بلاخره تو مال جن شده گوزل خوش بولیشو بی پدر مادر برو گوزلت بکش آقا دیش اینجا چیگر بکنی بنده من دو آمادی سمپا چرا پیش عروسم بولیشم آها بروای پدرت گذاشتم سر صوفی عقل بینشنی تمام این بدبختیار من دست تو شکایت بارفریده گوزل یا نامرده ناجیز حالا آمادی عقد با هم بزنی چی میخوای حجی جون؟ هیچی در از جانت میخوام برم بیرون لیانت گوشه اتاقیست لیانت شو شانس منو ببرد بکردم چی میخواد خواب خوش بیرون چی میخواد باید گرسش کنم آقا جان میکشمش گرگرش رو میجفم چی کار داری میکنی؟ با ساتور چی کار داری؟ با ساتور چی کار دارم؟ شب از اون شب هاست این شب میخوام حاجی رو ساتوری کنم تا بفهمه که نمیتونی با من رقابت کنی موازه باش کار دست خود ندی بسار من خدا میخوام یک کاری دست خودم بدم آقا داداش چون بیکارم پاشم برم رو پشت بوم زاخشیه حاجی رو چوب بزنم ببینم با این رقیب چی کار میخواد بکنه به خدا میکشمش حاجی جون حلق و گلوم اینه و چوق خوش شده است یه تیکه آب بخون نوش جان بنوش بیراری شدیم ما خدایا نگاه نگاه تو رو به خدا نگاه کن آقا حضرت آقا اینقدر چرت نزن اینجا عروسی از آخانگی نیست الان اون دامادی بی پدر مادر میاد اینجا آقا آهای باشو چرت نزن اینجا عروسی از آخانه که نیست از آخانه؟ کو غذا بده الان اون دامادی بی پدر مادر میاد اینجا خانه خراب فقط بلدیش یکم بوشک بکند
اسرائیل بیدار نشه. چیه؟ چه خبره؟ این سر صداها چی بود؟ چی بابا؟ دوست آمده بود رفتم یه فصل زدمش. تو بگی بخوام. بگی بخوام. اصلش تو وقتی زادی استوجات چی کار بکنی؟ میخواستم برم بیرون یه کار کوچک داشتم. آی 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 چند دفعه بهت بگم لگنت گوش اتاق است. مگه کوری من؟ آی آره هم کورم هم کرم هم خرم بر پدر. جون دیگه از خنده روده بر شدیم. همسایه ها ریختن سر حاجی تا میخورد زدنش. باری کله به تو؟ آره. پس گوشیتون کرد تا یه مدتی از شرش راحت شدیم. گمون نکنم دیگه جرأت کنم بیاد طرفت. راستی اجاله جون طلبکارای داشت چطور شدن؟ تو که نمیدونی تمامش زیر سر خود حاجی بود. خودش این کلک ها رو سوار کرد که من مجبور بشم بله رو بگم. خوشگه منو سیراب کنی لالایی بگی برام شیرین زبون نم نمک عاشق تو خواب بیا تا فدات کنم هرچی که دارم قصه هامو با تو در میون بذارم همه لحظه های من حتی نه
چی که دارم قصه هامو با تو در بذارم. شبامو مهتاب کنی، خام خشک منو سیراب کنی، لالایی بگی برام شیرین زبون، نم نمک عاشق تو خواب کنی. بیا تا فدات کنم هرچی که دارم، قصه هامو با تو در میون بذار. بیا تا فدات کنم هرچی که دارم، قصه هامو با تو در بذارم. بیا تا فدات کنم هرچی که دارم. جو خوش شد اومد، دیدی حاجی چه کوتکی نوشه جو کرد. اما قراره هفته دیگه منو عقد کنی. تو خاطر جمعی؟ بله خاطر جمع، خاطر جمع، اما خبر ندارم چه روزی قراره عقدو گذاشتن. بی خیالش جاله جون، یک حاجی بسازم که بدونه این محل فرار کنه. نباید بارو ببینه، منو قایم کنم میترسم. اینکه منو بارو ببینه خیلی میشه. داری میره طرف دکونه داداشم. آره رفت تو دکونه داشت. تو حالا چیکار میکنی؟ من الان میرم پیش داشت ببینم با حاجی چه کلکی میخواد سوار کنم. جرعتشو داری بری اونجا؟ میکشنت. آخه من پولمو میخوام، همشو باید الان بدی. پولمو میخوام. چه خبره؟ چه خبره ده؟ خب مردی حسابی نیست بشه الان بگیر، نیست بشه فردا صبح یه بوتو بودم ده. نمیشه بد آقا جان. عجب آدم بدگلگه یه. خب راست میاد یه نامرد میسین که تلای زرد به من فروخته تو بمیری حاجی آقا، برر فردا بقیه رو میدم به اروای پدرت. ای بابا این سنرسش پول که ارزش این حرفا را نداره. اون دهت من پیشت هست؟ بله. بده من تا رازش کنم. چی را بده؟ دهت من بده من. بده من. ریختش. بده من. ای حاجی بگیر گم نکنه بیسم. بیا این 10,000 تومن بگیر، نیست به پولت، بقیهش هم واسد میگیرم. پیش من محفوظ است، نه ترس. صبحش هم بیا همه پولت از من بگیر. قول میدی آجا؟ قول قول، برو خاطر جمع باش. برو جانم، برو عزیز، برو عزیز. اسمال آقا میدانی چی کار کردم؟ من یه خانه شیک واسه آبجید اجاره کردم. بگو کجا؟ کجا جان؟ بالای شرط خیابان. باریکلا با تو. با محضر دارم قرار گذاشتم روز یکشنبه بیاد در دکان، همه دسته جمعی بریم خانه و کلک کارا بگلیم. میگم باز زننه چطور میشه؟ زننه جناب علی. سلام موسی. سلام علی. باش یا تو سر من فیش فیش کن. چشم مسئله یه دن از این پاش به پیلیت داریم اینجا ده. بفرما یه چایی بخور الان میام. والا عیال من راضی کردم فردا با خواهرش برد زیارت، اما هر چی کردم نتونستم زودتر از فردا برفستمش. خیالت از بابت اون جمع تن باشه. باریکلا باریکلا. این کلی فردا تمامش میکنم برد. خب خدا حافظ. باشه قربان. با سلام. آره باش. جناب مسیح شما از قبیله مایو مایو اومدین؟ ایتالیا. مسیو از باوش آمده است، یادت نره ها، فردا صبح کنانم. باوش دارم، به سلامت قربان. خب جناب مسیو سلام عرض کردم قربان. به چه پشم فیلی با هم زدی تو قربان تو برم. اینا رو بده بوتو راشن، بعد پوزیتیش درست بکن. اجازه بده دستگاه اصلاحی مخصوص شما رو بیارم قربان.
سفارشی بزن موسیقا. بله چشم چشم چشم. من با این معمولا موهای بوز میزنم. هم عجب شر بیم هست بی صاحب. اینه بوده با چوبکی موبکی چیزی بشورند قیچی مره کن گردگی جن. هفته همه بفهم بوسیا با چشم. خیال نکنی من از اوناش نیستم با چشم. الان همچه سری از تو بزنم که توی جغرافیا بیم بوسیا جون زیاد تیزش نکن. چشم 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 قربان تو برم چشم. آها آها درست شد. کله رو بیار جلو. فرار کرد. شل وای ترسیدم. این چه ریختی خودتو در آوردی؟ چطور مگه؟ اما چه خوشگل شدی ها. مرک من. خب چطور شد؟ دو یو اندرستن فامیلی چی شد؟ اینا قرار گذاشتن فردا عقدت بکنن. حالا چه جور خاکی به سرم بریزم؟ من چه میدونم؟ هیچ راهی به عقلم نمیرسه. تو حق داری خوشگلی. خودم یه نقشه پخش میکشم و تو رو در جریان میذارم. خب من رفتم دنبال یه نقشه کش. قربون تو. خاک تو. شدم حسن. خدا نکنه. چی شده باز؟ حاجی بدجوری پیله کرده. ای بابا. تمامش به خاطر گرفتاریای داداشتی دیگه. بدبخت که گناهی نداری. آخه تو چرا باید چوب گرفتاریای اونو بخوری؟ اگه اون اوضاعش قمر در عقرب شده تو چرا باید حرامش؟ بالاخره هرچی باشه برادر منی. مثل یه... هر کاری که ازم ساخته باشه به مرگ تو انجام میدم. بگو چی کار میتونیم بکنیم؟ آخه اگه من میدونستم که به تو نمیگفتم. چارش فقط پوله. چطور بریم پیش آقای شجاع نظام؟ شاید بتونیم یه پولی ازش قرض بگیریم. من که روم نمیشه. تو کاریت نباشه. رضا. بله قربان. این سگ چش اینقدر وق وق میکنه؟ قربان گرست نشه، الان بهش غذا میدم. راست قربان، بعد از اون دو نفر اومده بودن شماره میخواستن، یه مرد و یه زن جوون. گفتن بازم بر میگردن. بسیار خوب. تو برو تو اتاقت مواظب تر باش. من بیدار میمونم. هر وقت اومدن بفرستشون پیش من. برو برو. اومدی چیکار؟ ما که بیرونت نکرده بودم. من تو کارخونه تو حق آب و گل دارم. زحمت کشیدم، خونه دل خوردم. هر غلطی که کردی پولتو گرفتی. صداتو بالا نکن. کیو میترسونی؟ به نظرم دلت میخواد پلیس رو خبر کنم. اینجای آدم خبر نکن. ده خبر کنده. اون وقت میگم تو کارخونه چه خبرایی هست. کیا میان کیا میرن. پس اومدی اینجا منو تهدید کنی ها؟ تهدید کدومه؟ 5 ساله که به من قول دادی منو رئیس کارخونه خودت بکنی، هر روز یه بهانه آوردی. تو با ریاست تو ارزه دربونی هم نداری. برو پیکارت.
یا الله حق منو رد کن، بیا کم به راجی کن. یه پاپاسی هم بهت نمیدم مردی که یه مفخور بادی تو خبر کن. کیه؟ اومدن. سلام. سلام آقا، تشریف بردن؟ بله، اتفاقا منتظر شما هستن تو ساختمون ته با لبه سر. بله، تا اونجا خیلی راست. به نظرم از این بر باید باشه. آره، از همین طرفه. بریم. پسر از تو خونه ما فرار کرد، شام رفته همین خیابون. خدا یواش موزه باش. همینجا خونه مایی خونه جنم. متاسفم، هیچ نمیدونستم. تو اینجا بایی نست جاله جون، برو خونه. من میتو جایی نمیرم. برو خونه، برو خونه. من میخوام همینجا باشم. جاله جون برو خونه، اینجا صلاح نیست تو بمونی. برو خونه، خواهش میکنم برو خونه. خیلی خوب. برو جون. من داشتم خفه میشم. بله بله، خیر گذشت. شماها چطور شد اومدین اینجا؟ یه مشکلی برامون پیش اومده بود، اومدیم شاید شما اونو حلش کنیم. چه مشکلی؟ راستش ما احتیاج به یه مبلغی پول پیدا کردیم، گفتیم بیایم از شما قرض بگیریم. تو اون گاف صندوق دیواری برو، هر قد میخوایی فرد کفزد. درش بازه؟ بذارش رو شماره 4 باز میشه. اگه به موقع نرسیده بودی، اون نامرد من از بین برده بود. من زندگیم به تو مادی. آقای شجان ازام، آقای شجان ازام، چی شد؟ آقای شجان ازام، بید قلبش میزنی، باید برسونمش بیمارستان. خودت کمک کن. آمدی قربان، دو نفر بودم، پسره با یه دختر بود، همچین منو زد زمین که مخم سود کشید، بعدم از همینجا گذاشت فرار کرد. بسیار خب، حالا بریم تو. جناب سروان، اینها خودشه، همینه. شما بازداشت هستین. من در اختیار شما هستم، اما اول اجازه بدین ایشونو برسونیم بیمارستان. خب، خودتون
خداحافظ شما. تو خدا سپردمت. التماس دعا دارم. خیلی خوب یادتون نره حتما شم روشن بکنید زنا. ای وای نه ببینم پول چی شد. پول چش. پولم بشید میدم. الان میدم اینقدر حرف نزن بیا. بگیر بسان ولی مواظب باش زیاد خرج نکنی. برو برو سوار شو دیگه. برو سوار شو دیگه. خوش اومدی. خداحافظ شما. آجی بیا بالا. آخیش. الان حرکت کن. خوش اومدی. بیا حرکت کن. حرکت کن برو بیا. به سلامت. بگم دیگه بر نگرد. جون اومد وادر وادر تاکسی چی وادر وادر من که مادرش وادر خوشه داره میره زن حاجی بنده خدا به مرگ فاطیم این دفعه دیگه سر صفحه عقد متاجره میذارم تو دست چی داری میگوی تو سب کن پول تاکسی تو بدم نه با میدم نگه آمده رو واسه تو عقد نکردم به مرگ تو همش کلک بود ببینیم تو نشونت بدم خب ببین جمشید نمیتی اگه این دفعه هم دروغ گفته باشی با این باشه بیایم بریم مسئله ما تا یه ساعت دیگه همه چی معلوم شه بفرمایید خب آقا تا دست به کار شین برای اینکه میترسم بازم این جورایی بشه اوضاع به هم بخورد یالا چشم با اجازه شروع میکنم اولیا مخدره مفخمه منوره مکرمه محترمه آیا حاضرید به من وکالت بدهید شما را به عقد دائم آقای حاجی حنزله در بیاورم نه خیر من حاضر نیستم چی را اولیا مخدره را با عقد در بیاورم مگه خوب رنگریزی جان من دختر جان بلند شو برو صندوقخانه اون لباس بی سبته بپوش ببینم وضع من چی میشد یلا علیکی خب ایبی نداره شما بفرمایید قربان اینجوری که نمیشه دهن من شیرین کنه بفرمایید قربان بفرمایید خب حاجی آقا بلند نسبت داماد آینده بنده شما یه دونه کفش لنگه خریدی آمدی سر عقد الباقی شیر بهار بده من تقلیب کنه بابا بابا تو چقدر دست بچی چقدر هلی بابا تو چقدر بدغول شدی چرا دست بچه نباشم بایدم دست بچه باشم من گفتم که بعد از گفتن بله باقی پولو بشید بیدم باقی پولو میدم چی آقا جان چرا این شاخه اون شاخه میپری و تو اینقدر نامردی ده هزار تومان من از طلبکار من گرفتی گذشتی توی جیب خودت و با خیال کردی من کورم ندیدم خیال کردی براسه کورم عملی میکنی اینه باش حالا آمدی یک زیاده میگه کرکوری هم میخنه آقا جاله پس چی شد این کفشلینگه رو پیدا کردی یا نه؟ آخ داش آیرون سایت ببین من درست میگم یا نه زن حاجی جون حاضر اول به من قول بدی جوشی نشی چگری نزنی کار دست ما بدی قول میدم بله تو فقط حاجی رو از سر صفحه عقد بلند کن منو زیرپی بذار سر صفحه عقد خب حالا بگو کجا آقا اینجا تموم بشه زن حاجی جون اصلا برو خورت نیاری که حاجی میخواد زن بگیره و واسه شخصیت و شونات و خانوادگی شما خوبیت نداره حرف نزن فقط وایس تا عقد من جور تموم بشه اون وقت هر کاری عشقت بود بگو ببین قول دادی بعد میگم حاجی سایت ببری فاطمه جون ببری بریم سر مرکه بریم آجی جا بیت زود باش یش کرد دنبال من دنبال چه کفشتان ها مدرک مدرک خیلی ارزنده ایه مطمئنه؟ طور علیه اولیا آیا بنده وکیلم که شما را به عقد دائم جناب آقای حاجی حنزله رد کن بیاد داری جنگ میکنی چرا؟ همش میگد رد کن بیاد پس بلش کو آخر خیلی خوب جل جن تو یواشی باشی رو کن بره گفتن من ترتیب کارم بدم علیکی
عقلش چی شد؟ گره الیه یا آقا بابا خودی دخل خرابه میلرزه شما را به عقد دائم جناب آقای حاجی حنزله فرزند احمد در بیاورم انگار خبرایی هست بابا بادی خانه خراب شما رو به عقد نمید جان آی کمان بسید یکی چی نده همه رو یهو بده به من یا بنده وکیل آی آقا تو بخن جان چه خون منه گرفت نخور اونه ها زنه جی جی اونه ها ششم نه کسی خودشی بیگیر بگی بزن داخلش کن بزش شکش کن عروسم تو اون اتاقه الفرار شما به چه جرعتی بکنم در این مرکب شما باش کمیش یه باش کبینه را بازی گرفتی زرد کردی تو یلا این تو بیدیم یه سو تو بیدیم یعنی بزر کنی داری چی گرم برو من هوا تو دارم زن بچه بزر تو خیلی داشت خانم جان سلام علیکم زیارت قبول باشد این سال مرمت شما زیاد جا خالی حد جا خواه اینگاه خیلی گرفتاری ببینم اسمال کجاست پس این آقه کجاست اسمال کجاست دست میگه من بلند کردی اکوی هوا خوشی یارم جمع با مانی در میرم شخصیت دست به شخصیت من فقط نظرم کردی شخصیت باید چقدر میخوری؟ آخ من کاری جز خوردم بلد خاک بر گوش کن اگه این شخص بمیره تو قاتل شناخته میشی و ما مجبوریم تو رو توقیف کنیم مگه اینکه بگه تو مقصر نیستی تا آزاد بشی خاطر ریش بلند سفیدش خواهش کردیم بیاد اینجا سر سفره یخ بنشیند دو تا کلم شهادت بدهد به جان شما یا اومده بود شهادت بده بله این چند بمیرد با مرگ این جمشید و موسیل کش خودتی حالا حسابشو اجازه بده بوده سر زرش بده چیکار کنم در عالم همسایگی این شهادت دادنم شدست وبال گردنمون تو هم بودی میدادی بله رسمی که میدادی من مثل توبم توفیل یا آکله گرفته آقای جمشید گوسل کش نامرد دامادی به بی ارزگی این در تمام دنیا نوبره خیلی خیلی خراب چیر نمیری سر سفره اتکله گره بکنی بند داماد بله پا چه اولاقی داماد منه من نمیگم بله بند داماد شدم بله دبا های یکی زیادی که بزرگ پده میشه در بیارم مثل اینکه این دفعه منم مجرم جز شهادت عقد باشم بله بله بابا دفعه پیش به خاطر هزار تومن بالا پایین عقد به هم خورد اما این دفعه دیگه آقا اسمال سرمانی راضی است درست بله بله درست کاملا درست بله بله کاملا آقا قربونه قدت بیا جلوته نفهمیدم سر صبح عقد که مرد نباست بشینید این چه من برادر عروسم آقا چیکار آقا که نباید بشینید سر صبح عقد وقتی جون وقتی جا بده مرد بله چرا احتیاط نمی کنی برادر عروس
خواستم باز بره چه رو دارم احتیاجی به بره در نیست. ببینم تو چرا نمیره اون اتاق؟ بنده داماد عروسم. داماد عروس کدوم خریست؟ وقتی برو اون اتاق وقتی تا نفلتن کردم. سلام علیکم خانم حاج آقا، شما چرا نشستین بغل دست عروس خانم؟ من باید اوزارا گندرل کنم. وقتی یکی باز خودتو گندرل کنه با تو بینم خوش اومدی. بدو این بچه بدو این قم بیاریم به سابی بدو این باید شروع بفرمایید. تو شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. دو شیزه محترمه مکرمه منوره، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای جمشید گاوکش ملقب به جمشید ایتالیایی پور در بیاورد. از خداش در بیاورد. وا نفهمیدم، مگه من از این دختر ترشیده هم که عروسیم باید سوت و کور باشه؟ الا و للا باید برام مطرب بیاری. خب راست میگه تفلکی. الان میرم نوکرکم هستم مطربی خبر میکنم که تمام مدعوین به رقص بیان. این جواب تقصیر این آقای شجاع نظام. بگین که تقصیر من نیست، بگین تو من آزاد بشم. متاسفم. جناب سروان، ما سعی خودمون رو کردیم ولی متاسفانه خونریزی مغزی خیلی شدید بود و همین باعث مرگ شد. فرمایید شروع کنیم. بعدم شروع کنم. دوشیزه محترمه مکرمه منوره، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی جناب آقای جناب عالی جمشید ایتالیایی پور در بیاورم؟ وکیلم راست میگه دیبارر. چه خبره تن همون دکتر رو سوال پیچ کردین؟ خب اونم معلوم میگه نده. حاجی وقتی یه نوتی صدی زیر لبسی بهش بده. چی میگی زن؟ اون داماد از من زیر لبسی بهشش بده؟ خیلی خب با گدابازی در نه یا نمیخواد تو بدی. بلند شو خودم ببینم چی میگه. خانم جم بلند شو ببینم. خواهر جم قربان تو برم، مگی 20,000 تومان من از حاجی گرفتم، حالا اگه مایلی من روسی رو به هم بزنم. ها
تو به این کاغذ پاره ها مینازی یاره؟ بگی همش مال تو بده من. چی شد؟ چی تو شد؟ تو کیه سی جان؟ خانده داشت، این حسن آقاست، پسر قدسی خانم خیادی. یه دفعه با من تو خیابون دیدیش، ما همدیگر خیلی دوست داریم. نه اون حاضره با دختر دیگه ای عروسی بکنی، نه من حاضرم زن کسی دیگه ای بشم. حالا خودتون میدونین. اسمال آقا راست میگه. آخه کیه زین بیتر؟ هم جوونس هم خوشبر و رو. خب بس تو هم انقدر فکر نکن، لقمه به این خوبی رو چرا میخوای بی خودی از دست بده؟ قبول بکن. ده بکن. من از خودم میخوام، از خودم میخوام خواهر من خوشبخت بشه. زنه اجی خدا رو شد. پس اون قدسی خانم خیاط که میگفتی خیاطی یاد میگیری سوزن نخ میکنی همینه؟ ای پدر سوخته. بده من اون سجل احوال بی صحبته. بفرمایید. بلش کنده خانه خرم، همچی بزنم قپس. چه غمیشیم میاد برای من جوان مورده. بلده دیدی بالاخره درست شد. بیا آقا جان، آی مزدرتر تا داماد دیگه از گردران نرسیده کلکه بکن. منم با اجازه بخورم. الان تمام میشه. دوشیزه منوره، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای حسن مهدوی نیادر بیاورم؟ بله. مبارک خانم، این لنگ کفش مال شماست؟ بله. کفش لنگ کجا بود؟ شبی که اون حادثه در منزل شجاع نظام رخ داد شما اونجا بودید؟ گفتم اونجا بودید؟ بله. چه فرار میکنید؟ بله؟ ای آمان بفرمید، بفرمید بریم. به خدا ما گناهی نداریم جناب سر. فعلا که متهم شناخته شدی. بیا بیرون. متهم اصلی این مرده، خودش اعتراف کرده. ای بی شرف رسل، توف به تو بیاد نالوتی. شما برید به عروستون برسید، ولی تا چند روز از شهر خارج. چشم اطمان. جناب سربان متشکریم. حسن خیلی ازتون ممنونم. سلامت.